سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم نستران نعیمی همسر سهیل عربی زندانی سیاسی زیر حکم اعدام از تسلیم تقاضای اعاده دادرسی همسر خود به دیوان عالی کشور خبر داده است. خانم نعیمی در گفتگو با زمان ابراز امیدواری کرد که با این تقاضا موافقت شود. سپاه پاستاران انقلاب اسلامی در آزرماه ماه 92 سهیل عربی را به خاطر نوشته های انتقادیش در فیسبوک بازداشت کرد. او در حکم دادگاه کیفری استان تهران به توهین به مقدسات به ادام محکوم شد. خانم نعیمی گفته حکم صادر شده برای سهل عادلانه و مطابق با شرع اسلام نیست و من امیدم به خدا و قوه قضایه ایران است. سهل بارها اتهاماتی را که به او زده شده رد کرده و عبارات نوشته شده در فیسبوک را نپذیرفته است. نایب رئیس انجمن سنفی روزنامه نگاران ایران گفته است به دلیل سخنرانی در جشنواره آزادی مطبوعات در کیپتان به دادسرا احضار شده است مشاالله شمس البایزین گفته تلقی آقایان از سخنرانی من این بود که این سخنان تبلیغ علیه نظام است به گفته که در آن سخنرانی آماری از روزنامه نگاران زندانی و اوضاع مطبوعات کشور ارائه و از مجامع بین المللی درخواست کمک کردم اما بعد از ورود به کشور به دادسرای اوین احضار شدم آقای شمس گفته پرونده به شعبه 15 دادسرا و دادگاه عمومی انقلاب اسلامی تهران ارسال و جلسه رسیدگی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد دکتر علی رزا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در پی حادثه اسید پاشی به مدیر بیمارستان زیائیان از نامنگاری این سازمان با شورای عالی امنیت ملی در خصوص تأمین امنیت جامعی پزشکی و محیط های بیمارستانی و درمانگاهی خبر داد. احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز اعلام کرده سالانه 3 میلیون پرونده در مراکز زیر پوشش این سازمان در سراسر کشور مورد بررسی قرار میگیرد. در همین حال حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران میگوید دو نفر که به صورت دکتر انوری رئیس بیمارستان زیاییان تهران اسید پاشیده بودند بازداشت شدند و به کار خود اعتراف کردند آقای ساجدینیا افسوده عامل اسیدپاشی خود پزشک بوده و متهم دوم هم دانشجوست که آنها انگیزه خود را از این اقدام مسائل سنفی عنوان کردند. دو موتور سوار شنبه شب هنگام بازگشت دکتر انوری به منزلش به صورت او اسید پاشیدن که گفته می شود یک چشم او آسیب دیده است. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنی با انتقاد از گسترش ازدواج های سفید در ایران زندگی مشترک و بدون عقد پسران و دختران را شرماور خوانده است. آقای گلپایگانی افسوده مردانی که این نوع زندگی را انتخاب می کنند دیری نخواهد رسید که نسل حلال آنها از بین رفته و فرزندانی حرامزاده خواهند داشت. به گفته حاکم اسلامی باید به شدت با این نوع زندگی مقابله کند. تغییر سبک زندگی مردم ایران که ازدواج سفید یکی از مصادیق آن است با نگرانی های گسترده روحانیون حاکم بر این کشور مواجه شده است آنها از اینترنت و برنامه های ماهواری به عنوان دو عامل اصلی تغییر سبک زندگی مردم ایران نامی برند و خواستار محدود کردن دسترسی به آنها هستند اشرف بروجردی معاون اجتماعی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی خبر داد 32 جلد کتاب حاوی نتایج طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و ریاست زهره طیبزاده بر مرکز امور زنان و خانواده تبدیل به خمیر شده است. شاین دختر مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز گفته این پروژه در دولت محمد خاتمی در 28 استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه سراسر ایران انجام شد. اما در دولت محمود احمدی نژاد این گزارش ها کنار گذاشته شده و در نهایت گم شده است زهره طیبزاده همچنین روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تصنیم گفته است سند امنیت زنان در مجلس هشتم تصویب شده اما در دولت معطل مانده است فردی که با چاقو به زنان جهرم حمله می کرده دستگیر شده است. گفته می شود او یک بسیجی 22 ساله و پدرش نیز یک سرهنگ پاسدار بسیج است. زارب گفته از یک واعظ روحانی شنیده که خون زنان بد حجاب مباه است و او دست به این عمل زده است. سایت سهام نیوز که به موازه مهدی کروبی نزدیک است با انتشار گزارشی نوشت که طی هفته گذشته یازده مورد حمله به زنان و دختران شهرستان جهرم صورت گرفت که باعث ترس و وحشت عمومی در این شهر شده است. این سایت جزئیاتی از اعترافات یک فرد بسیجی دستگیر شده را منتشر کرد. پیش از آن مقام های محلی و امام جمعه جهرم نیز حمله با چاقو به دختران جوان در این شهر را تایید کرده بودند. حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری جهرم و رئیس شورای تامین این شهرستان روز هشت آذر به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت با تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی، قضایی، بسیج و نیروهای مردمی در مدت کمتر از 72 دو دو ساعت عامل ناامنی و ایجاد مزاحمت دستگیر شد. این فرد متاسفانه خب داره سوابق کیفری بوده و هیچ انگیزی در این حوزه که بگیم انگیزی شبکه‌ای بوده یا اینکه یک باند بوده به این صورت نبوده و در حال حاضر همونطور که کردم تحت بررسی و تحقیقات بیشتر هست که در دستگاه قضایی داره این هم صورت میگیره به گزارش سهام نیوز فرد زارب که شش آذر دستگیر شده جوانیست 22 ساله به نام محمد بهشتی فر که عضو بسیج قطب آباد از توابع جهرم است به گزارش همین منبع گفته می شود پدر زارب سرهنگ پاسدار جلیل بهشتی فر یا جلیل اسفریزی است که در حال حاضر فرمانده بسیج قطب آباد روستایی در فاصله ده کیلومتری جهرم است سهام نیوز می که طی دو روز گذشته برخی افراد و محافل تلاش کردند وابستگی بستگی زارب به بسیج را انکار کنند اما در سوابق و فعالیت های این فرد در بسیج قطب آباد جای تردیدی نیست سرپرست فرمانداری جهرم و رئیس شورای تأمین این شهرستان پس از اعترافات زارب گفته است زارب به عمل قبیه خود مبنی بر حمله با چاقو به چند زن اقرار کرده و در حال حاضر تحت نظارت دستگاه انتظامی و قضایی است. حجت الله رضایی تاکید کرد که با هر گونه ناامنی و کسانی که قصد اخلال در نظم عمومی را داشته باشند به شدت برخورد خواهد شد. در همین حال زارب محمد بهشتی فر در اعترافات خود گفته است حمله با چاقو به زنان و دختران جهرم را پس از شنیدن صحبت های یکی از روحانیون که ریختن خون بدهجاب را مباه شمرده است انجام داده و هدف وی اقدام عملی برای نهی از منکر بوده است. فرد زارب در بازجویی های اولیه هدف خود از این اقدامات را مبارزه با بدهجابی ذکر کرده و گفته است اهداف وی زنان و دخترانی بودند که هجاب کامل با چادر نداشته و پوشش مانتو داشتند. گفته می شود مقامات محلی پس از شناسایی فرد زارب و اعترافات او بلا فاصله گزارشی مبنی بر عدم سلامت روانی وی تهیه کرده و برای تایید به پزشکی قانونی ارسال کردند تا از هر گونه مجازات شدید قضایی فرد زارب جلوگیری به عمل آید. محمد احمدی استاندار فارس هم بیان که به نام زارب اشاره کند گفته این فرد دارای اختلالات شخصیتی و انحراف اخلاقی است. در تمامی موارد زارب با چاقو به باسن دانشجویان دختری زده بود که با مانتو تردد می کردند. گفته می شود ناامنی های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که در نهایت دانشجویان از روز چهارشنبه کلاس ها را تعطیل کنند. پیشتر هم به زنانی بدحجاب در اسفهان چندین مورد اسید پاشی صورت گرفت که گفته می شود کار تندروهای مذهبی بوده است. در پی صدور حکم تبرعی حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر معترضان به این حکم در میدان تحریریه قاهره دست به تظاهرات زده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. خبرگزاری آلمان از کشته شدن دو نفر در این درگیری ها و زخمی شدن نه نفر دیگر خبر میدهد برخی گزارش ها نیز حاکی از بازداشت 85 نفر از معترضان است که در حال حاضر همه آنها به جز چهار نفر آزاد شدند. وزارت کشور مصر میگوید تظاهرکنندگان کنندگان از هواداران گروه غیرقانونی اخوان المسلمین بودند و درگیری پس از آن آغاز شد که آنها به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. دادگاه مصر روز 8 آذر حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر وزیر کشور او و شش دستیارش را از اتهام صدور دستور قتل مخالفان در سال 2011 این کشور تبرئه کرد آقای مبارک در مورد پرونده قتل تظاهر کنندگان و یک پرونده فساد مالی تبرئه شده اما به خاطر یک پرونده اختلاس باید سه سال را در حبس به سر ببرد وزیر نفت عراق تاکید کرد نیروهای امنیتی پیشرفت زیادی رو علیه داعش داشتند و موفق شدند تا کنترل منابع مهم نفتی از جمله پالایشگاه بیجی را بازپس بگیرند به گزارش رویترز عادل عبدالمهدی افزوده علاوه بر عملکرد خوب نیروهای امنیتی ما از سمت هوا نیز با حمایت خوبی از سوی نیروهای اعتلاف یعنی آمریکا و بریتانیا روبرو هستیم عادل عبدالمهدی در ماه سپتامبر پس از کنارگیری نوری المالکی از قدرت به سمت وزیر نفت عراق رسیده است محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی اعلام کردند معاونان ارشد وزارت خانه ها از این پس سرپرستی این نهادهای دولتی را به عهده خواهند گرفت آقایان غنی و عبدالله همچنین اعلام کردند بین دو تا چهار هفته آینده اعضای کابینه جدید به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با اعلامی که از این پس معاونان ارشد وزارت خانه ها سرپرستی این نهادهای دولتی را بر عهده خواهند گرفت در این حال گفته است تنها سرپرست وزارت هایی که قرار است در کنفرانس لندن شرکت کنند همچنان سرپرست این نهادها باقی خواهند باند اما آقای غنی اسمی از این وزارت ها نبرده است ظاهرا سرپرست وزارت های امور خارجه دارایی دفاع و داخله از جمله افرادی هستند که کماکان سرپرست آنها باقی خواهند ماند. در حال حاضر دو ماه از آغاز به کار دولت وحدت ملی و روزی که رئیس جمهوری افغانستان همه وزرا را سرپرست اعلام کرد گذشته است. بر اساس قوانین افغانستان هیچ کس نباید بیش از دو ماه سرپرست یک اداره باشد. آقایان قنی و عبدالله همچنین اعلام کردند که بین دو تا چهار هفته آینده اعضای کابینه جدید به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفته است که تأخیر در اعلام کابینه آنگونه که شایع شده به دلیل اختلافات میان من و آقای عبدالله نیست بلکه بررسی نامزدهایی که وجود دارد زمان میبرد و ما متعهد به ایجاد کابینه کارا و موثر هستیم در اداره کنونی افغانستان ادارات موازی زیادی وجود دارد که سبب تداخل کاری می شود. این مشکلات باید رفع شود و رفع این مشکلات به زمان نیاز دارد. او افزوده است تلاش این است که در وزارت های تخصصی و فنی افرادی معرفی شوند که شایستگی لازم را داشته باشند رئیس جمهوری افغانستان همچنین اعلام کرده که قانون دسترسی به اطلاعات و نیز قانون ثبت احوال نفوس یا همان سرشماری جمعیتی را که قبلا در مجلس تصویب شده بود امضا کرده است عبدالله عبدالله نیز گفت امضای قانون دسترسی به اطلاعات خواست رسانه ها بوده و نافذ شدن آن به شفافیت بیشتر حاکمیت قانون و نظارت بهتر نهادهای مربوط بر دولت اثر مثبت خواهد گذاشت آقای قنی همچنین توافقنامه امنیتی افغانستان با آمریکا و توافقنامه مشابه افغانستان با ناتو را نیز امضا کرد وی از مجلس نمایندگان و سنا که این توافق نامه ها را تایید کردند تشکر کرد و آن را مطابق خواست مردم افغانستان و نیاز این کشور خواند. رئیس جمهور غنی به حوادث و ناامنی های اخیر نیز اشاره کرد و گفت صلح و تلاش برای برقراری صلح دائمی از اولویت‌های های دولت وحدت ملی است اما گفت تنها با کسانی گفتگو خواهد کرد که مخالفان سیاسی نظام هستند نه با کسانی که کل نظام افغانستان را قبول ندارند او به نیروهای امنیتی اطمینان داد که حمایت های بین از آنها کماکان ادامه خواهد یافت و متحدان غربی افغانستان در زمینه تامین نیازهای آموزشی تجهیزات و مشورت نیروهای امنیتی افغان را کمک خواهند کرد. آقای قنی همچنین افزوده که او و آقای عبدالله در کنفرانس ناتو در بروکسل که چند روز دیگر برگزار می شود شرکت خواهند کرد و پس از آن برای شرکت در کنفرانس لندن به بریتانیا خواهند رفت تا روابط افغانستان با متحدان بین المللی را تقویت کنند. در رویدادی دیگر به دنبال کشته شدن سه خارجی دیگر در کابل پایتخت این کشور رئیس پلیس این شهر از سمتش کناره گیری کرد خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که ژنرال ظاهر ظاهر با تایید کشته شدن یک طبعه اهل آفریقای جنوبی همراه پسر و دخترش در حمله شنبه شب طالبان از سمتش کنار گیری کرده است. طی دو هفته گذشته در کابل دست نه حمله نظامی علیه محل اقامت خارجیان و وسایل نقلیه نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان انجام شده است. رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح ایران خواست آمادگی خود را بدون در نظر گرفتن آنچه که او محاسبات سیاسی خواند مرتبا افزایش دهند آقای خامنه ای نیروهای مسلح باید با شناسایی خلاهای خود و بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن برنامه های راهبردی انجام دهند همزمان با سخنان رهبر جمهوری اسلامی حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز گفت آمریکا گزینه نظامی علیه ایران را از دایره به گفته او توهم و تخیل خود خارج کرده است و علاقمند است در فضای دیپلماسی با ما حرکت کند. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در روزهای ابتدایی آبان خروج نیروهای آمریکایی از خلیج فارس را از برنامه های سپاه پاسداران اعلام کرده بود در هفته‌های گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های متعددی از توان موشکی ایران برای حمله به اسرائیل و همچنین خبرهایی از موشکهایی را منتشر کردند که جمهوری اسلامی در اختیار گروه‌های مسلح فلسطینی و لبنانی قرار داده است جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس ایران خبر داد شرط آمریکا برای توافق با ایران تضمین امنیت اسرائیل است و یک مرجع تقلید هم از اسرائیل و عربستان سعودی به عنوان دو مانع مهم توافق میان ایران و گروه پنج به علاوه یک نام برده است حسین وحید خراسانی از مراجع تقلید قوم نیز با اعلام که اسرائیل و عربستان سعودی مانع امضای توافقنامه وین بودند خواستار سفر اکبر حاشمی رفسنجانی برای حل این مشکل به ریاض شده است علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با تایید تلویحی دخالت اسرائیل در مذاکرات وین گفته آمریکایی ها تحت فشار اسرائیل قرار دارند در واکنش به درخواست آمریکا مبنی بر تضمین امنیت اسرائیل علی خامنه هفته گذشته اعلام کرد جمهوری اسلامی قطعا کرانه باختری را مسلح خواهد کرد علی متحری نماینده مجلس خطاب به احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نوشته و با برجسته کردن حمایت امام زمان از ولی فقی برای خامنه این نوعی اسمت قائل شده است. امام جمعه مشهد پیشتر گفته بود مجلس خبرگان نمی تواند بر عملکرد کرده ولی خود نظارت کند. علی متحری نماینده مجلس خطاب به احمد علم امام جمعه مشهد نوشته وی با برجسته کردن حمایت امام زمان از ولی فقی برای خامنه این نوعی اسمت قائل شده و وز کردن همه چیز به امام زمان تمایل عوامانه است. آقای متحری در روزهای گذشته در یک سخنرانی در مشهد گفته بود ولی فقی معصوم نیست و نظر وی در مورد ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با نظر خامنه این متفاوت است. آقای علم الهدا امام جمعی مشهد نیز در واکنش به این سخنان گفته بود حتی اگر نظر کسی با ولی فقیه مخالف باشد نباید آن را بیان کند آقای متحری در پاسخ به اظهارات علم الهدا در نامی به وی نوشته اظهارات او مبنی بر اینکه کسی حق ندارد نظر مخالف خود را در مقابل نظر رهبری قرار دهد با سیره پیامبر اسلام و امام اول شیعیان سازگار نیست این نماینده محافظ کار مجلس به اظهارات علم الهدا مبنی بر اینکه چون ولی فقیه مورد حمایت امام زمان است اشتباه نمی کند نیز انتقاد کرده و نوشته امام جمعه مشهد از این طریق برای علی خامنی به نوعی اسمت قائل شده است و افزوده تمایل به وصل کردن همه چیز به امام زمان و در نتیجه خود را از زحمت تفکر و تعقل و تصمیم گیری و اظهار نظر رهاندن مورد تمایل شدید عوام قرار دارد. نماینده مجلس به سخنان دیگر علم الهدا مبنی بر اینکه خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند هم واکنش نشان داد است و از امام مشهد پرسیده آیا نظارت بر بقای شرایط می تواند بدون نظارت بر عملکرد تحقق یابد آقای متحری ادامه داده مقدمه نظارت بر شرایط نظارت بر عمل کرد است و مقدمه واجب واجب است. بارها گفتم که اگر از هم دو طرف قضیه را می آوردن و بر... محاکره میکردن در آخر هر کسی مشخص میشد بدون رو نقشی که این آقایون داشتند، نقشی که آقای احمدی نجاد داشت نقشی که احیانا شورای نگهبان داشت نقشی که احیانا سپاه و بسیج در دخالت در انتخابات داشتن و اینا رو همه رو با هم میدیدیم اینایی که بر تبل تفرقه میکوبند که اینا باید اعدام بشن چنین بشه اینا, من اینا رو من نمی پسندم و گاهی هم بهره های سیاسی هم میکنن از بعضی حوادث مثل همین فتنه و اینا بالاخره گاهی به قول معروف کاسبی می کنن حالا به هر چیز رو به بهانه فتنه رقبای خودشون رو از میدان به در اظهارات مطهری در حالی است که اخیرا مهدی کروبی سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از رهبران جنبش سبز از طریق خانوادهش برای علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیامی فرستاده و خواسته است تا حق دادرسی و فراهم نمودن مقدمات لازم جهت برپایی دادگاهی علنی برای او را پیگیری کند آقای کروبی حکم حصرش را یک مجازات غیرقانونی خوانده و از متحری تقاضا کرده مطابق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه های برگزاری یک دادگاه علنی را برای بررسی اتهامات او فراهم کند. مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات بحث برانگیز سال 88 به امراه میر حسین موسوی و خانم رهنورد از 25 بهمن ماه 89 در حصر خانگی به سر میبرند. گزارش ها حاکی است افزایش بهای دلار در بازار آزاد تهران همچنان ادامه دارد رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است انتشار برخی گزارش ها به طور موقت بر بازار اثر گذاشته است ولی ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت خبرگزاری مهر گزارش داده صرافان تهران روز یک شنبه نهم آذر ماه هر دلار آمریکا را به قیمت 3520 تومان و در معاملات بعد از ظهر تومان فروختند این بالا ترین قیمت دلار آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا کنون محسوب می شود. در همین زمینه علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران گفته است تغییرات چند روز اخیر عمدتا ناشی از برخی هیجانات و متاثر از برخی خبرهای منتشر شده در بازار است و به مردم اطمینان داد این تغییرات گذراست. بیشتر کارشناسان امور پولی و بانکی در ایران گفته بودند به دلیل تمدید مذاکرات خسته ای تقاضا برای خرید دلار افزایش یافت و این مسئله باعث افزایش نرخ دلار در بازار شده است. از صبح امروز دوشنبه بهای انواع نان در ایران تا سی درصد افزایش یافت. همزمان خبرگزاری فارس از افزایش چهل درصدی قیمت نان گفته است. به گفته یک مقام مسئول گران شدن نان باید در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت می گرفت. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم گفته است که دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد ولی این اجازه را به نانوایی ها می دهد تا بر اساس شرایط هر استان از روز دوشنبه برای جبران هزینه ها حد اکثر تا سی درصد قیمت نان را افزایش دهند. آقای نوبخت گفته است دولت یارانه خرید گندم را همانند سابق پرداخت خواهد کرد معاون رئیس جمهوری ایران تصریح کرده است این تصمیم به استانها ابلاغ شده است و آنها می توانند از فردا یا چند هفته دیگر متناسب با شرایط استان در بحث هزینه ها این تصمیم را اجرایی کنند که حداکثر افزایش قیمت تا سی درصد خواهد بود. وی اضافه کرده است سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر نحوه اجرای تصمیم نظارت خواهد کرد و باید همه تلاش کنیم که به گونه ای عمل شود که هم تولید کننده و هم مصرف کننده و هم عرض کنندگان نان متضرر نشوند. گزارش ها, ها کیست که دولت اول آذر سال جاری افزایش سی درصدی قیمت نان را مسبب کرده بود که این مسببه بنا به مصالحی قرار شد از روز دوشنبه به اجرا گذاشته شود. خبرگزاری مهر نیز اشاره می کند به اینکه با مسببه دولت قیمت نان می بایست از آغاز آذر ماه افزایش می آفد. اما مذاکره درباره بهای نان در استانهای مختلف ایران به ویژه در تهران ادامه دارد. به گزارش مهر قرار بر این است که بهای نان در هر یک از استانهای کشور بنا به نیازهای آن استان تعیین شود و کارگروهی هم به ریاست استانداران تشکیل شود تا در این مورد نظرات کارشناسی را در کنار هم ارزیابی کرده و در مورد قیمت نان در استان خود تصمیم بگیرند. مهر به نقل از محسن لزومیان رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نان می نویسد که دولت سهمیه ده روز نانوایان را به صورت پیشا پیش در اختیار آنها قرار داده تا در صورت اعلام رسمی افزایش قیمت نان، نانوایان ظرف ده روز نان را با آرد دریافتی از دولت به قیمت قبل عرضه کنند. لزومیان در این گفتگو می با اعلام رسمی افزایش قیمت نان هیچ نانوایی حق افزایش قیمت تا ده روز را ندارد و در این دوره ده روزه حتما باید قیمت نان را نیز بدون تغییر همچون سابق اعمال کنند. در غیر این صورت با متخلفان برخورد جدی صورت می گیرد. در آذر ماه 1392 رئیس اتحادیه نانوایان تهران محمد حسن نظری احتمال داده بود که قیمت نان در سال 1393 افزایش یابد به گفته نظری با آنکه در آن موقع نرخی جدید برای نان تصویب شده بود اما واحدهای سنفی نانوایان هنوز با نرخ سال پیش از آن کار میکردند رئیس جمهور ایران حسن روحانی نیز در شهریور ماه سال 1392 گفته بود که با اولین مشکلی که پس از آغاز دوره ریاست جمهوریش مواجه شده وضع از تامین کالاهای اساسی از جمله گندم بوده است. او از نحوه هدفمندسازی یارانه ها و واردات بی سابقه گندم در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بود. از امروز دوشنبه قیمت نان سنگک از 600 تومان به 780 تومان، نان بربری از 500 تومان به 650 تومان، نان لواش از 160 تومان به 208 تومان و نان تافتون از 300 تومان به 390 تومان افزایش خواهد یافت. وزیر اقتصاد روسیه در جریان دیدارش از تهران درباره امضای توافق مبادله نفت ایران در برابر کالاهای روسی ابراز امیدواری کرد. الکسی اولیف کیف گفته است نسبت به امضای چنین توافقی در آینده نزدیک خوشبین است و روسیه میتواند بر اساس چنین توافقی ابزار و دستگاه های صنعت نفت و گاز، ماشینالات کشاورزی، خودرو و هواپیما به ایران بدهد. حدود یک سال پیش گزارش هایی درباره مذاکره دو کشور برای معامله پای پای انتشار یافت اما آمریکا درباره چنین معامله‌ای هشدار داده است عبدالله اوجلان رهبر حزب کارگران کردستان پکاکا میگوید اگر دولت ترکیه برای به شناختن حقوق کردها زمانتهای قانونی لازم را ارائه دهد دستیابی به صلح ظرف چهار تا پنج ماه آینده دور از دسترس نخواهد بود آقای اوجالان در حالی به امکان دستیابی به راه دموکراتیک اشاره می کند که شکست در مذاکرات صلح را نیز تعمیق کننده آشوب های منطقه می داند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سال 2012 در دوران نخست وزیری خود فرایند صلح با پکاکا را آغاز کرد تا به قیام کردها علیه دولت مرکزی پایان دهد. نزاع سی سالی پکاکا و دولت مرکزی تا کنون به کشته شدن چهل هزار نفر انجامیده است. اما خبر دیگر از ترکیه آنکارا عبور هر گونه نیروی وابسته به داعش از داخل خاک این کشور به شهر کوبانی را تکذیب کرد مقامات مرزی و دفتر نخست وزیری ترکیه میگویند حملات صورت گرفته در کوبانی از خاک ترکیه سازماندهی نشده است بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر 79 نهمین روز معاصره کوبانی در حالی به پایان رسید که در 48 ساعت گذشته شاهد شدیدترین درگیریات چند هفته اخیر بودیم به شکل بی سابقه حتی میانگین کشته شدگان در طی یک روز افزایش داشته اما آنچه رویدادهای دو روز اخیر کوبانی را دوباره در صدر خبرهای منطقه قرار داده یک رشته عملیات بمبگذاری و انتحاری توسط نیروهای داعش بود از جمله انفجار خودروی در حاشیه مرزی شهر کوبانی و مجاور با خاک ترکیه خوری در کوبانی از جمله نواف خلیف سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه گفتن این خودرو از داخل ترکیه به کوبانی آمده ادعای که بلافاصله واکنش ترکیه رو به همراه داشت و مرکز رسانه دفتر نخست وزیری ترکیه این ادعا رو یک دروغ تلقی کرد بلافاصله هم در این باره صادر کرد همینطور تیم کوچک فرماندار شانلی اورفا نزدیکترین استان ترکیه به کوبانی در این باره گفت که این اتهامات واقعی نیست چرا که نیروهای مرزی ما به صورت 24 ساعته گشت مرزی دارن و ممکن نیست فری بتونه دور از چشم ماموران از مرز ترکیه عبور بکنه و وارد کوبانی بشه از آن سو هم البته حزب دموکراتیک خلقها سرشناسترین حزب کردی ترکیه که در پارلمان این کشور صاحب کرسی است طی بیانیه از دولت ترکیه خواسته درباره موضوع تحقیقات خودش رو آغاز بکنه البته علاوه بر دفتر نخست وزیری ارتش ترکیه هم در بیانیه به این موضوع پرداخته و اگرچه حملات در کوبانی رو تایید میکنه اما اینکه این گونه حملات از داخل ترکیه سازماندهی شده باشن رو رد میکنه جدای از این منابع رسانه‌ای در ترکیه اعلام کردم بلافاصله پس از این رویدادها یک رشت پرواز پروازهای تجسسی توسط جنگنده‌های ارتش ترکیه در حاشیه نوار مرزی کوبانی انجام گرفته اما به دو خبر مرتبط هم به صورت گذرا اشاره بکنم نخواستم که آقای ارغان در مراسم مجمع زبان انگلیسی و ترکی که روز یکشنبه در شهر استانبول برگزار شد گفت که سوریه قربانی جنگ مذهبی شده او گفت که ترکیه هرگز نمیتونه از گروه تروریستی داعش حمایت کنه و باز هم دو خواسته اصلی این کشور یعنی ایجاد منطقه پرواز ممنوع و تجهیز نیروهای میانه رو مخالف اسد رو مطرح کرد اما در همین ارتباط هم اشاره بکنم که هادی البهره رئیس جدید ائتلاف ملی سوریه دیداری رو پشت درهای بسته با مولود و وزیر خارجه ترکیه داشت در این دیدار دو طرف رویدادهای سوریه رو مورد ارزیابی قرار دادن میدونیم ترکیه از ائتلاف ملی سوریه به عنوان مخالفین میانه روی اسد حمایت میکنه و این ائتلاف رو به عنوان مناسب ترین جایگزین برای رژیم اسد میدونه علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید وقتی رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات هسته را تایید کرده دیگر نباید سخنی در مخالفت با این مذاکرات گفته شود به گفته همه باید بدانند که فرمایشات رهبر معظم انقلاب فصل الخطاب است ایران و گروه پنج بعلوه یک در دور آخر این مذاکرات که هفته گذشته برگزار شد بر سر تمدید مذاکرات تا هفت ماه دیگر به توافق رسیدند اما آخرین خبر اینکه که اسقر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها میگوید شمار زندانیان ایران دو برابر ظرفیت زندانهای این کشور است. آقای جهانگیر با ابراز تردید درباره سودمندی مجازات زندان گفته انباشتگی زندانها فعالیت تربیتی در زندانها را دچار اختلال کرده است. این نخستین بار نیست که مسئولان غذایی در ایران نسبت به افزایش شمار زندانیان و عدم تناسب آن با ظرفیت زندانها هشدار میدهند صادق آمولی لاریجانی رئیس قوه قضایی اخیرا در دیدار با شماری از نمایندگان مجلس گفت میان زندانیان و فضای فیزیکی زندانها تناسبی وجود ندارد و اکنون چندین برابر ظرفیت زندانها زندانی وجود دارد با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش <applause> Thank you.